مخصوص بر بینندگان محترم، تشکر میکنم از شما که باز این هفته تشریف آوردید، در ضیافت گفتگوی خود شرکت کردید و ما امیدواریم در طول برنامه بتونید با ما تماس بگیرید و ما این تلفن رو بقیه رو طوری گذاشتیم که اگر چراغش چشمک زد یا خودش زنگ زد یا هر جور ما متوجه بشیم و جواب بدیم و از فرمایشات شما استفاده کنیم. امیدوارم در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه بتونید در این ضیافت گفتگوی خود شرکت کنید و اون حرفایی رو که دارید که امکان داره یه وزنه‌ای برای شما شده و هر روز یه مقدار شما رو بالاخره نگران میکنه یا ناراحت میکنه، با ما در میون بگذارید، با بینندگان ما در میون بگذارید، از روی دلتون باز کنید، بردارید. اونطوری که میگفتن بالاخره انسان حرفشو به یکی باید بزنه دیگه، حتی اگر کسی نیست سرشونو میکردن یه دیگه سرتونو بکنید توی چاه، اون چاه بگید. یه داستانی هم ما داشتیم که یه نفر بود به یه سنگی میگفت، سنگ صبورم تو صبرینم فلان کردیم. من اینا داستان هایی که ما خیلی کوچیک بودیم، آقای صبحی روزای جمعه ساعت 12 ظهر تا 1 این داستان ها رو برای ما تعریف میکردن. ببخشید، معذرت میخوام. بله، بعد این داستان ها رو میگفتن و ما از اونجا این چیزها رو یادمون هست و بعضی وقتا خب بالاخره در همون زمان ایام کودکی یا جوانی، نوجوانی و بالاخره دانشگاه، بعد از دانشگاه برام بعضی وقتا واقعا انسان بعد چیزا بودش که نمیتونست دیگه داخل پر بکنه، اینو باید یه جوری یا میتونست هضمش کنه، خیلی کمتر اتفاق میفته کسی بتونه هضم بکنه، ولی خب بعضی ها خب قادر هستن و بعضی ها نه، دلشون میاد که به هم دیگه بگن، این حالت سبکی رو احساس کنن که خب ما اینجا یک تریبون مجانی داریم برای شما که تشریف بیارید و صحبتاتون رو بفرمایید و ما رو از اطلاعات خود، راهنمایی‌های خود، پیشنهادهای خودتون بهره‌مند بفرمایید. قبل از اینکه به برنامه وارد بشیم، یک بانوی عزیزی که تو منطقه ما زندگی میکنن زنگ زدن و گفتن که ما اسم ایشون رو میتونیم بگیم. اسمشون خانم سلطان هست، سالهای سال توی این منطقه زندگی میکنن و سوابق کار در شیر خورشید و در بیمارستان و نگهداری از اطفال و نگهداری از بزرگسالان داشتن و حالا هم
امکان دارن که بتونن از ساعتی که دارن ساعتشون مثل این که اینقدر هست که بتونن این خدمات رو برای هر خانواده ای که احتیاج به این خدمات داشته باشن این خدمات ارائه بکنن. ما دوست داریم شماره تلفنمون رو برای شما بگیم و این شماره تلفن ما هست 703-337-5041 و این شماره البته 703 ما همین منطقه خود ما هست که ما در ویرجینیا شمالی زندگی میکنیم. 337 مثلی که یک 37 خود 37 مثلا یکی 37 سالش میشه 37 ساله یه همچیزایی مثل یک داستانایی داره. خب مال ما میشه 337 سه شماره بعدیش. چهار شماره آخرش دیگه ساده تره 50-41 و اگر لطف بفرمایید به ما زنگ بزنید ما با کمال میل حرفای شما رو گوش میکنیم، صحبتاتون و فرمایشاتون رو گوش میکنیم، جوابی داشته باشیم بهتون میدیم، نداشته باشیم از بقیه میپرسیم و بهتون جواب میدیم و این صحبت ها که بقیه هم بدونن استفاده کنن. راجع به خانم سلطان صحبت میکردن، ایشون فرمودن که امکاناتی دارن از لحاظ زمانی که اگر کسی احتیاج به ایشون داشته باشه میتونن بیان در خونه شما یا بیایید در خونه ایشون. بعضی وقتا مثلا نگهداری اطفال میکنن یا کودکان میکنن از این جهت و سه زبان خیلی خوب بلدن، کردی و فارسی و انگلیسی، دیگه از این بهتر نمیشه. و ایشون فرمودن که خیلی خوشحال میشن که با یک خانواده یا چند خانواده هر کسی که احتیاج داره. بعضی وقتا مثلا شما مهمانی چیزی میخواهید برید یه ساعت دو ساعت کسی رو لازم دارید، ایشون حاضرن این کارا رو بکنن و از من خواهش کردن که شماره ایشون رو در اینجا ندم به کسی، چون خب ما نمیدونیم که چه کسایی ممکنه بهشون سخت بذارن. اگر لطف بفرمایید بعد از برنامه یا در حین برنامه زنگ بزنید و ما یک دکمه هست اینجا میزنیم که ارتباط با چیز پخش کم بشه و این شماره شما رو یادداشت میکنیم و بعداً به ایشون میدیم و شماره ایشون هم به شما میدیم. اینجا ما نوشتیم جلوی دستمون هست که اگر کسی بخواد این اطلاعات رو رد بدل کنیم و امیدواریم که اگر کاری دارید، چیزی دارید که از دست یک ایرانی مورد اطمینان امکان داره بر بیاد، لطف بفرمایید و این کارتون رو با این شخصی که مورد اطمینان هستن این کار رو انجام بدید و دست هم دیگر رو بگیرید و یک مقدارم در بطن برنامه صحبت از محبت و مهر بود که ما امیدواریم که مهر همدیگه در دل همدیگه شما رشد بکنه، بیشتر و بیشتر بشه. بارها ما اینجا میگیم که همه ما تو این دنیا با هم هستیم، هیچ کس تنها نیست، هیچ کس بالای کوه قاف زندگی نمی کنه و قله قاف هم حالا نمیدونم چرا قاف گفتن و کاف نگفتن و واو نگفتن و صاد نگفتن، حالا قاف هم حتما یه چیزی داره، هر مشخصاتی یه چیزی برای خودش داره، یه اسمی هستش که حتما یک تأثیری حتما داره، قله قاف. حالا اینم به ما تلفن کنید بگید، چون هر روزی که ما صحبت میکنیم بعضی چیزها رو میگیم بعد میفهمیم که مثلا این چرا اینطوری گفته شده و یک زمانی که ما با بچه های محلمون مثلا گرگم به هوا بازی میکردیم، حالا گرگم به هوا یعنی چی؟ اون هم یه معنی دیگه داره، برای اینکه ببینید کی شروع کنه یه چیزی میگفتیم آنمان نواران دو دو اسکاچی آنمان کلا چی و چی به هر کی میافتاد اون میشد گرگ، بعد همه میدویدن که اون دنبالشون بکنه. حالا آنمان نواران، حالا اینم ما حرف دیگه میگفتیم، سالهای سال گفتیم، حالا از کجا اومده نمیدونیم، داریم میپرسیم. آنمان نواران دو دو اسکاچی آنمان کلاچی،
آنا مانا. حالا اینا بعضیش ممکنه لغتهایی باشه که به زبان فرانسه باشه، به انگلیسی باشه، به اسپانیایی باشه، به اردو باشه، یا زبانهای کهن پهلوی باشه، زبان سره ایرانی باشه. به هر حال این صحبت ها بود و این چیزها هستش که سعی داریم میکنیم که هرچی میتونیم ببینیم ریشه های ما چقدر به هم نزدیکه که دیگه تو سر کله هم نزنیم و بتونیم با هم کنار بیاییم. من اجازه میخوام که یک نوشته خیلی کوچیکی هست اینجا، اینو من بتونم برای شما بخونم و شرح بدم. و این گفتار راجع به آینده مردم جهان هست. خب میدونید که هر سال تعداد زیادی به جمعیت دنیا اضافه میشه و خب تعدادی هم فوت میکنن. اون تا مثل این که اون مقداری که به دنیا میان، اون مقداری که از دنیا میرن داره میچربه. از موقعی که من یادم میاد سال مثلا 1960 تا حالا، اون موقع کل جمعیت دنیا مثل این که 3.5 میلیارد جمعیت بود، حالا در حدود 7.5 میلیارد شده، یعنی در 50 خورده سال تقریبا دو برابر شد. با همه این که بعضی از کشورهای بزرگ که تعداد جمعیتشون خیلی زیاد هست و یک مقدار قوانینی گذاشتن که شدت رشد جمعیتشون رو کاهش بدن و عوض این که مثلا چندین اولاد داشته باشن، مثلا فقط یک اولاد میتونن داشته باشن. به تازگی ها شنیدم که چین مثل این که تصمیم گرفته که این شرایط و این قانون رو برداره و اجازه بده که هر خانواده بتونن دو تا فرزند داشته باشن. و خب حالا چه تأثیری خواهد داشت چه تأثیری نخواهد داشت، خب اینا همش در آینده معلوم میشه. ولی یک نکته خیلی خیلی مهمی که ما میتونیم بهش توجه بکنیم این هستش که اولادهای ما و اولادهای اونها در آینده در چه نوع محیطی زندگی خواهند کرد، در چه نوع شرایطی زندگی خواهند کرد، آیا روال زندگی بیشتر و بیشتر به طرف فساد قابل قبول داره میره و اون حالت این که خب مانعی نداره این شخص مثلا اون کارو میکنه، این مانعی نداره تا موقعی که مثلا موسیقیدان خوب قشنگ ویولون میزنه، قشنگ مثلا پیانو میزنه، مانعی نداره اگر این مثلا هوموسکسوال هست یا همجنس باز هست یا فلان هست، اون مهم نیست. ولی تا اونجا که این کار قشنگ که بلده دیگه، یعنی میرسه به یه مرحله‌ای که امکان داره برای مردم داره بی تفاوت باشه که همسایه‌شون کیه یا اون کسی که به بچه‌هاشون داره درس میده کی هست یا خرید دارن میکنن از بقالی جای دیگه اینا کیا هستن، کسی که غذا سرو میکنه میاره رو میز شما میذاره این چه نوع آدمی هست. یواش یواش داره به طریقی میره که حتی اگر شما بخواید اعتراض یه چیزی هست، نگرانی یه چیزی هست، یه لغت هست به انگلیسی به نام concern. ما به لغت انگلیسی worry رو میدونیم، خب worry یعنی نگرانی، concern یعنی کسی که خیلی مثبت راجع به یه چیزی میخواد آگاهی پیدا کنه، concern هست، میخواد یه چیزی رو بدونه که همه این ور اون ورش مثلا همه جوان یه چیزی رو بدونه. و یواش یواش در امریکا یک طوری داره انجام میشه که شما رو دارن میذارن در یک محفظه‌ای که دیگه مثلا شما دیگه درنت رو نکن، دیگه پیر شدی و فلان شدی بهمان شدی، طبقه جوان براش فرق نمیکنه که توی پیکنیک رفتن مثلا توی باغ عمومی، اینجا داریم دیگه پارک های مختلفی داریم و همه دارن مثلا
توپی هست دارم میزنم فوتبال بازی میکنن یا توپ بسکتبال هست و هم پرت میکنن، والیبال هست و هم بازی میکنن، ملای امام هست، همه دور تا دور اونجا بایستادن، مثلا دو تا مرد دارن همدیگر رو میبوسن و یا دو تا زن همدیگر رو بغل کردن و دارن لذت جنسی از هم میبرن در ملای عام. ممکنه برای ما خیلی مشکل باشه تعاملی همچین صحنه هایی، ولی طوری که دارن فشار میارن بچه های ما، اولادهای اونها و اولادهای اونها در آینده امکان داره براشون هیچ فرقی نکنه، که خب مانعی نداره دیگه. بله مانعی نداره. یعنی چطوری داره میشه؟ در رأس تمام این ممالکی که در دنیا هست، در رأس همشون آمریکا، و در رأس آمریکا اون محلهایی که توش کتابهایی نوشته میشه، فیلمهایی تهیه میشه، از اون فیلمهای یا سینمایی هست یا فیلمهای تلویزیونی هست، برنامههای تلویزیونی هست، تمام اینها انجام میشه و تکرار میشه و به تدریج اون ریشه شما رو که امکاناً روی یک سنگ خیلی سختی ایستادید، اون سنگ یواش 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 زیرش اینقدر خالی میکنن که دیگه سنگی نیست، سنگی نیستش که روش بایستید. و ما یک بار تو این برنامه راجع به یه شخصی به نام جانی وایس میولر، این شخص قهرمان شنای زمان آلمان قدیم بود که در المپیک چندین مدال طلا آورده بود و خیلی مرد بلند قد و خوش قیافه و خوش هیکل. این شخص هالیوود 80 سال پیش یا بلکه 90 سال پیش میاره همینجا در آمریکا و اینو نیمه لخت روی صحنه میاره. در اون زمان مردم امریکا خیلی به دینشون وابستگی داشتن و تمام کلیساها، تمام اون افرادی که از دین صحبت میکردن اعتراض کردن به اونهایی که در هالیوودی همچین فیلم رو درست کرده بودن. هالیوود در پاسخ به اینا گفت بابا اسم این شخص هست تارزان و اینه که میبینی اینطوری لخته، این تو جنگله، تو جنگل داره میره از یه شاخه درخت دستشو میگیره میگه میره تا اون ورده شاخه درخت دیگه، اسمش هم تارزانه. خب مردم یک مقدار عقب نشستن، گفتن خب حرف حساب که چیز نداره دیگه، درسته دیگه، حرف حساب حرف نداره، جواب نداره، حرف حساب جواب نداره. یه چند ماه گذشت و یک خانوم خیلی 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 خوشگل آوردن و این خانوم جلوش یه ذره بسته بود، سینه‌اش یه ذره بسته بود، جلوش هم یه ذره چیزی گذاشته بودن. مردم بیشتر از قبلش چیز کردن، اعتراض کردن که این چی آوردید اینجا، فلان قیامت قیامت، سینما ها رو هم جلوش تظاهرات ایجاد کردن. افراد هالیوود هم سریع بودن بابا چه خبرتونه، این خانوم زن تارزانه، تارزان که توی جنگل که کوچلوار تنش نمیتونه بکنه، اون باید لخت را بیاده، همسرش هم همونطور دیگه نمیتونه که مثلا چی میگن از اون لباسای قدیمی که بودش گرد بود اینطوری، مثلا سبد بود، مثل سبد طوری خانوم ها تنشون میکردن که گفتن که بابا اینا این زن تارزان از این درخت اون درخت که نمیتونه با اون سبد رو بیاد. حرف حسابی جواب نده. اینم بودش. چند وقتی یه بچه خیلی کوچولو رو آوردن و گفتن اینم هست جیمی، تارزان اسمش جیمز بود و همسرش جین بود، اینم جیمی بود. خلاصه اینا شدن یه خانواده در جنگل و خلاصه این فیلم ها رو ساختن. فکر مونم 2 سال 3 سال اینقدر از این فیلم ها ساخته شد که به تدریج مردای اون زمان گفتن خب اگه این تارزان داره این کارها رو میکنه، خب ما که دست کم از تارزان نداریم، و شروع کردن لباس های
نیمه پوشیده برای شناخت پوشیدن مرد. اون زمان مردا پوشیده بودن، از مچ دست و مچ پاشون پوشیده بود برای شناخت. اونها هم یواشاش این کار کردن و بعد از اون برای اینکه خب مردم بالاخره احتیاجاتی داشتن اینا رو برطرف بشه، یه عده سینماهایی درست کردن که خارج از شهر بود. مثلا عوضی که 100 نفر بتونن تو اون بشینن، مثلا میتونست 500 تا ماشین میتونست بره اونجا پارک بکنه. این 500 تا ماشین توش مثلا 5 نفر 6 نفر هم بشینن فیلم تماشا کنن. از هر کدوم ماشین هم 50 سنت میگرفتن اون زمان. حالا بعضی ها مثلا نفری میگرفتن که هر نفری مثلا 10 سنت باید بده، یه دفعه توی صندوق عقب قایم میشدن میرفت رو تو که پولی کمتر بدن. بعد یواش یواش اینم تبدیل شد به یک اتاق متحرک برای کارهایی که بین زن و مرد در خلوت باید انجام بگیره. آهسته 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 که حالا آمده رسیده به اینجایی که رئیس جمهور امریکا میگه بله، ارتش ما میتونه 2 نفر همجنس باز توش باشن. حالا وای به حال ما که کی بخواد از مرز و بوم ما دفاع بکنه و همجنس بازی باشه که مثلا توی هواپیما داره پرواز بکنه و قراره مثلا از تمامیت خاکی امریکا چیز کنه. سلام عرض کردم، بفرمایید. آقای ادجلالی سلام عرض میکنم. سلام خامون، خوبی انشالله. تشکر میکنم اولا که تولد پیامبر رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و خدمت همه مسلمین جهان. دوم اینکه این داستانی که شما دارید تعریف میکنید، بله دیگه، به دینسان شد که دفعه مردم متمدن شهرها رو و شهرها رو تبدیل کردن به جنگل‌ها. اول با تارزان شروع کردن، بعدم مردم عادی تبدیل شدن هر کدومشون به یک تارزان. این راجب شهرک های سینمایی که می‌فرمایید کاملا درسته. عرض کنم که ما پیرو مشتب پیامبری هستیم که ایشون می‌فرمایند در دوران جاهلی، در دوران جاهلیت، جاهلیت اون زمان عرب، به اصطلاح هر کس که خودش رو با قدرت و ثروت نزدیک می‌کرد، این به اصطلاح خودش دارای عزت و احترام و آبرو می‌شد. در صورتی که در مکتب پیامبر بزرگ، پیامبر بزرگ اسلام، می‌فرمایند که عزت و ارزش‌های انسانی و خود را چسباندن به مراکز قدرت و ثروت، عزت و آبرو برای انسان نمی‌خرند. و در گذشته از تبریک روز ولادت پیامبر می‌خواستم تبریک دیگری بگم، چون که تلویزیون‌های دیگر انقدر مشغول به فحاشی هستند هیچ موقع چشمشون نکات مثبتی و پیشرفت و موفقیت هایی که در ایران اتفاق میفته رو نه میبینن، میخوان ببینن و نه دوست دارن که بهش اشاره ای بکنن. ایران در رشته نانوتکنولوژی و جهان به مقام هفتم رسیده و این در جهت سعی و کوشش همیشه من گفتم 35 سال از اول انقلاب بهمن سال 57 بوده تا به الان. هیچ موقع این پیشرفت ها، این موفقیت ها منحصر به یک دوره خاصی نیست و مرموز به یک نفر یا دو نفر نبوده، در اثر زحمات مردم و دولت البته دست به دست هم دیگه در عرض 35 کسب شد و نشون داد که در روی پای خود ایستادن و به عقل و شعور و علم خود متکی بودن باعث عزت و احترامه، نه خود رو به قدرت‌های بزرگ چسبوندن صرفا. با حفظ استقلال و آزادی میتوان عزت و آبرو هم خرید. و در ضمن من در مورد سوریه که اخیرا نمیدونم اگر که اطلاع داشته باشید، قراری همه پرسی و یه رفرانسی انجام بشه که آقای بشار اسد هم گویا خودشون رو دوباره کاندید کردن و هیچ اشکالی هم نداره،
اعتراضاتی چپ و راست میشیدم مبنی بر این که بر ایران حمایت میکنه از سوریه و چرا باید بکنه اول باید کشور خودش برسه و اینها. این در دنیا رسم هست که کشورها از همپیمانان خودشون طرفداری میکنن و به کمکشون در مواقع لزوم میشتابن و باید هم همینطور باشه. آمریکا هم همین کار میکنه. الان شما میبینید که آمریکا بیچونه چرا از اسرائیل همچی و این سرزمین های البته اشغالگران و فاسدین سرزمین های فلسطین طرفداری کرده و یا در همپیمانانش فرانسه انگلیس فلان چرا ایران نباید بکنه؟ و بعد از اون زمانی که اینها شروع کردن به این کار در اون زمان ابرقدرتی به این جهان نبودن در اون موقعی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. بعدم یواش یواش اینا به هر حال قدرت گرفتن و نیرو شدن و به مقامای اول جهان رسیدن. از نتیجه هر کسی از جایی باید شروع کنه، حتما نباید اول بره به تاپ برسه ابرقدرت بشه بعد این کارو بکنه. از همین جاها اینها هم شروع کردن و به اینجا رسیدن. از نتیجه هر جا شروع کنی دیر نیست و همپیمان داشتن و که به دفاع از همپیمانان خود برخواستن و شتافتن حتما لزومی نداره اول ابرقدرت بشی. اینا هم همینطور شروع کردن، اینا هم از اول ابرقدرت نبودن و به هر حال با هم متحد شدن و با نیروی هم دیگه اومدن جلو و میبینیم که سوریه خب به حال موفق شده. حالا از اون به بعدش هم به قول معروف الله اعلم که چه اتفاقی خواهد افتاد. پس در نتیجه این به کمک هم پیمانان خود شتافتن کاری که در دنیا رسته و هیچ اشکالی نداره. و در ضمن لابیگری که بعضی میگن لابیگری نمیدونم جمهوری اسلامی ایران مثلا در این اصلا که من اصلا معتقد نیستم اینجا لابیگری وجود داره اونطور هستیم و مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران، ولی اصلا هم وجود داشته باشه این هم دونجه اشکالی درش نیست برای خاطر اینکه این هم باز در اینجا رسمه. چطور قاصدین و اشغالگران و جنایتکاران سرزمین فلسطین میتونن لابیگری کنن به نفع خودشون و تا ضد زور و به ظلم، ولی لابیگری فقط این نیست که به زور و به ظلم باشه. میتونه آدم به هر حال بره با دیگران صحبت کنه و اونها رو قانعی کنه و حق و حقیقت رو بهشون بگه و اونا بفهمن و نظرشون بعد از اینکه قانع شدن عوض بشه به این صورت، نه به مثل این فاسدین و اشغالگران که بخواد یک کسی رو بخره و بفروشه و با پراد کنگره رو بخره و به حق و ناحق کنه و حق رو ضایع بکنه و با ظلم و زور. ولی این آبیگری به ایمان این که بره صحبت کنه کاری که به نظر من الان اخیراً تریتا پاسی کرده، رفته صحبت کرده در اون سازمان نیاج. حالا من گذشته از این که با یه سری کارهاشو موافقم یا مخالفم، به هر حال در این جهت خوبه که صحبت کرده با این افراد و اونا رو قانع کرده که حمله به ایران و جنگی دیگری نه به صلاح امریکا است، نه به صلاح منطقه است، نه به صلاح خاورمیانه است و این نظر اونها رو عوض کرده. این چه اشکالی داره که انسان کاری از دستش برمیاد بکنه؟ انسان که آدم باید به کمک افراد به هر حال احتیاج دارن، حالا یا مریضن یا مظلوم واقع شدن یا به هر صورتی باید کمک کنه. ما اینو جزو چیزهای خوب میدونیم. حالا چطور شده که اگر دستی اینجا حتی اگر اسمش رو هم لابیگری بگذاریم کمک به حق و حقیقت باشه و جلوگیری از جنگ و خشونت و خونریزی باشه، چرا این کار بد دست باشه؟ خیلی هم خوبه و باید تشویق و پشتیبانی کرد. منتها میدونید آقای اجلالی جمهوری اسلامی ایران دشمنان قسم خورده و خونچکانی داره که اینها به خون ملت ایران تشنه هستند و تا این سرزمین رو به خاک و خون نکشن و جنایت‌های بیشمار انجام ندن و انتقام خودشون رو نگیرن، اینها اون آتش درونشون نمیخوابه. اینها روز به روز آتش‌ها درون وجودشون شعله وری و زبانه میکشه و متاسفانه مثل خوری به جونشون افتاده و تا این انتقام را از ملت ایران نگیرن این راحت نمیشه. جنگ و خونریزی آبی که بر آتش درون اینها ریخته میشه که اگر ریخته بشه بنده بعید میدونم. در ضمن در مورد مصر
متاسفانه با کودتای ننگین نظامی صهیونیستی که این نظامیان و ارتشیان مصر رو بر سر کار آوردن، این اساسی جنایتکار و خونریز که مردم رو همینطور داره میکشه. جالبه، حالا ما از شاه اللهی های طالبان سلطنت یک عمری خائن و نوکر صفت دیدن و این مجاهدین ضد خلق ضد بشر که معلوم کارشون به کجا کشید و اینها فقط و صرفا جنگشون و دشمنیشون با جمهوری اسلامی ایران در سر قدرت منه هیچ چیز دیگر و ذره دل ندلشون برای مردم سوخته و نه به فکر مردم هستن، اونها رو که اصلا به طور کل اوت میکنید، از هیچ داریم از دور کنار. ولی این چپ هایی که مثلا حالا بعضی اقسام اینا یه ادعای مثلا این جلی گوشه ها دلسوزی برای مردم دارن که من متاسفانه به هیچ وجه این رو نمیبینم و اونها رو هم میبینم فقط در سطر انتقام هستن، چپ های حالا سوسیالیست یا کمونیست. این جنایتکار خونریز اصیلی در مصر که قتل عام کرد مردم مصر رو در کوتاه‌تر از یک سال که بر روی کار اومده با تظاهرات عظیم میلیونی مردمی که در خیابان ها مواجه میشه و اونها رو میکشه و به رگبار میبنده، و اینها وقت مردم نیستن از نظر این چپ ها، این آقایون چپول یا چشاشون چپ میبینه یا خودشون چپ میبینه، اینها رو نمیبینن، اینها کشتن مردم نیست. چرا؟ این آقایون اسلام رو دوست ندارن و اینا احتمالا مردمی مؤمن و مسلمان و معتقدن و کشتن اینها و ریختن خون اینها البته برای اینها جالبه و حلاله. تشکر. ولی تا مادام که اصلا که یک نفر ضد خدا و ضد بشر نمیره اشکال نداره، مسلمان هرچی بمیره از نظر اینا ایست اوکی. تشکر میکنم. همه پرسی رو انجام دادن از 52 میلیون واجد شرایط مردم رای دهند در مصر فقط 20 میلیون شرکت کردن، 32 میلیون نفر شرکت نکردن. بله. و این آمار غلط و غلوطی هم که این برمون برمیدن درست نیست. خیلی متشکرم از شما، خدا حافظ. تشکر میکنم از حضور شما، باز هفته آیندم تشریف بیایید خانم، خیلی تشکر، مرمت حالی زیاد. دوست عزیزی زنگ زدن یه دقیقه پیش، اجازه بدید میتونم پیداش کنم. 911 سلام علیکم. دو بار زنگ زدید، ببخشید ما نتونستیم به موقع به شما جواب بدیم. والا این خواهش میکنم، تا محبت کردی بعضی ها که زنگ میزنن ما یاد خدا بیامرز نورالدین کیانوری رهبر حزب توده ایران میفتیم. آقای اجلالی چی شد بالاخره ایشون؟ دانم چی شد این نورالدین کیانوری یا هرچی بود اسمشون؟ بله فوت کرد، ایشون هم چند سال بعد از انقلاب فوت کرد، بعد از چند سال که زندانی کشید فوت کرد، به مرگ طبیعی مرد. آقای اجلالی، مردم مصر نمیخواستن برن زیر سطح به قول معروف، این راهی که خودشون انتخاب کردن اومدن رأی دادن و مبارکشون باشه. قربانت، خدا حافظ. تشکر زیاد از لطفتون. بله البته خب ما با رأی مردم هیچ مخالفتی نداریم، مردم مصر میدونن که چی برای مردم مصر خوب هست یا نیست، فقط از دور که ما نگاه میکنیم اگر 50% از مردم واجد شرایط رأی دادن هستند و فقط ببخشید 50 میلیون جمعیت واجد شرایط رای دادن هستند، فقط 20 میلیون تشریف بیارن برای دادن رای، این یه مقدار توش یه مسئله‌ای هست که این اکثریت
به اضافه یک نیست و پس بنابراین اگر 50 میلیون 25 میلیون و یک نفر می اومدن رأی میدادن، اون موقع مردم قبول میکردن که این رأی اکثریت به اضافه یک هست، پس بنابراین صحبتی نخواهد بود. و خب همه میدونید که در تمام دنیا اتفاقاتی میفته، چیزهایی میشه، کسی حرفی میزنه، یکی میاد یکی میره. و خب اتفاقی هم که در مصر افتاده برای یه عده روشن هست، برای یه عده هنوز روشن نیست. روشن بودنی که برای من روشن هست این هستش که یه شخصی برای یه چند سالی انتخاب شده بود و کارهایی میکرد که ممکنه غلط بوده، ممکنه درست بوده، ممکنه اصلا بلد نبوده یا هرچی بوده. این قبل از این که وقتش به اتمام برسه یه عده میان و اینو کله پاش میکنن و این کاملا خلاف نرم یک مملکتیه که با رأی میخواد چیش بره. و این البته حالا اینو رأی دادن، 20 میلیون رأی دادن، فکر میکنم 80 میلیون جمعیت داشته باشه، پس بنابراین 20 میلیون برای 20 میلیون بعد این ادامه پیدا کنه. به هر حال وقت میاد و همه خواهید دید که حق بر باطل پیروز میشه. حالا فرق نمیکنه چقدر همه مردم بخوان هرش بدن از این ور، هرش بدن از اون ور، بالاخره این حق پیروز خواهد شد. حالا کی ما نمیدونیم، ولی خب اونهایی که اطلاع دارن و میدونن که با زور نمیتونید شما هیچ کس رو وادار به هیچ کاری بکنید. هیچ کس نمیتونه، هیچ کس نکرده که نتونسته، موفق نشده که به زور مردم رو شیر کنه. اون که دنیای کمونیست بود 80 سال بیشتر طول نکشید، 40 میلیون نفر کشتن یا 20 میلیون نفر هم کشتن، با همه این باز همه چیز اصلا پاشی رو از بین رفت. بله ما صحبت جوانها رو داشتیم میکردیم که جوانهای امروز فرق نمیکنه جوانهای آمریکایی باشن، جوانهای چینی باشن، جوانهای هندی باشن، جوانهای روسی باشن، جوانهای فرانسوی باشن، جوانهای آفریقایی باشن. حالا آفریقا اینقدر مملکت های مختلف داره که ما یکی دو تاشو بیشتر بلد نیستیم، ولی خب آفریقا به کل ثروتمندترین قاره های دنیا هست و مردمش فقیرترین و از عقب مونده ترین مردم دنیا هستن و جوانهاشون خیلی زیاد. پس بنابراین نقشه‌ای که کشیده شده برای این جوانها این هستش که اینها رو تا میتونید بی آبروی و بی حیثیت بکنید، وقتی کسی نه آبرو داره نه حیثیت داره هر کاری که بهش بگی انجام میده. و برای اینکه بی حیثیت و بی آبرو باشه هزار و یک جور برنامه هست و در حال حاضر داریم میبینیم که این آقای سنودن و اون یه آقایی هم قبلا بودش که یه مقدار اطلاعات سری امریکا رو برملا کردن، اینا دارن نشون میدن که تمام اطلاعاتی که در تمام این رسانه ها هست، چه در کامپیوترتون باشید، در تلفن معمولیتون باشید، چه سلفونتون باشید، چه در ایمیلتون باشه، هر چیزی که شما با کسی دیگه ارتباط برقرار میکنید، همه اینها میریزه توی کاسه خیلی بزرگ. بعد افرادی که این کاسه مال اون افراد هست هر آن از این کاسه یه چیزایی میزنن، از توش یه چیزایی در میارن. این کاسه به اونا میگه که مردم دنیا در چه جهت دارن فکر میکنن. حالا مردم دنیا دارن این فکر میکنن که بس سهم ما کو، اینقدر پول که داره در میاد پس سهم ما کجاست. خب برای اینکه اینها رو یه مقدار سرکوب کنن، یه مقدار قابل چیز بشن، اینا قابل مهار بشن که اینا رو بتونن مهار کنن که نکنه مثلا بریزن تو خیابون بکنن این ور کنن اون ور کنن، میان برنامه های مختلفی برای هر کس درست میکنن. بعد شما یکی این چیز خیلی به نظر من آشناست، چقدر خوب بکنن، غافل از این که خودت گفتی اینو، اونا ورداشتن به خودت دارن اینو تحقیل میدن. یعنی در این جهت داره میره و اینو میگن سوشال انجینیرینگ، مهندسی جامعه‌ای دارن میکنن.
که شما دیگه از خودت واقعا دیگه هیچ چیزی نداری، اینو داری، اینو گفتی، گفتی که من از چلو کباب خوشم بیاد، هر جا میری هیچ عکس چلو کباب کشیدم، میگه ای اینا از کجا میده من از چلو کباب خوشم بیاد. بیدار شید که خواب وحشتناکی براتون دیدن که از خود هیچ قدرتی نخواهید داشت، از خود هیچی نخواهید داشت. مخصوصا جوانای ما، جوانای ما خب خودتونم یادتون میاد جوان بودید، به خلاخره یک زمانی جوان بودید، میدیدید چی هست چی نیست، یه پول توجیبی بهتون میدادن هفته ای، اون زمان ما مثلا بود یه تومن 10 ریال زمان ما بود، این 10 ریال هم نصف بیشترش برای عیاب و ذهاب بود، مدرسه ما مدرسه هدف بود، چاره هاش خالی بود نزدیک کاخ سفید، شماره یک هدف شماره یک و درست بغل کلانتری شماره یک هم بود. خونه ما تو امیریه بود، از اونجا یه اتوبوس بود خط 2 میگفتن، این میرفت یک قرون میگرفت میبرد، یک قرون میگرفت میآورد، بعد این پول عیاب و ذهاب ما بود، یه مقدارش پیاده میرفتیم، یه دوستی داشتیم خدا انشالله حفظش کنه هدایتش کنه، ایشون دوچرخه داشت، وقت برگشتن نه که سرازیری بود، مثلا من با اون میگفتم بذار منم پشت ترکت باشم، بعضی از این چیزا دوچرخه پشتش دوتا یه ایتوریا داشت که پاتون رو میذاشتی دست میذاشتی روشونه اون کسی که دوچرخه رو داره میبره، و ایشون بعدن شد دکتر دندانپزشک آقای منوچهر زمانی، انشالله دکتر منوچهر زمانی انشالله سلامت باشی و موفق باشی. از اون زمان به بعد ندیدم ایشون رو دید، وقتی ما از دبیرستان فارغ التحصیل شدیم اومدیم، و بعد این یه قرونا رو جمع میکردیم که آخر هفته مثلا یه چیزی میشد یه خریدی بکنیم و چیزی بکنیم فلان فلان، یعنی در اون حدود ما دستمون میرسید به جایی. ولی که حالا این بچه ها کردیت کارت دارن، یه کارت داره یه کردیت کارده، پدر مادر نه که سرشون خیلی شلوغه، ببخشید سرشون اینقدر شلوغه پدر مادر، ماه به ماه اوتوماتیک تو کردیت کارت اینا مثلا 500 دلار میریز، این بچه میاد این کامپیوتر رو میزنه فلان فلان، از یه چیزی دست رو میزنه، از یه چیزی دست میره تو از روی خریدی میکنه، یعنی کاملا تو عالم خودشه. و فکر کنید یه بچه 10 ساله 12 ساله 13 ساله 15 ساله 18 ساله، این آیا امکانش هست که بتونه واقعا تشخیص بده یا یه دفعه یکو یه چیزی بهش میده اینو بکشه یا قورت بده و دوچار بشه؟ و تمامی مدرسه هایی که میبینید در حال حاضر دور و بر ما هستن، اونهایی که پول دارن بچه هاشون توی مدرسه ها نمیذارن، اونا مدرسه های مخصوصی برای خودشون دارن، خود شما میدونید اینا رو، افرادی که اون مدرسه های مخصوص میرن میان رئیس جمهور میشن، نه که افراد معمولی که اینجور دارن دانشگاه میرن، مثلا این جورج میسن یونیورسیتی چند تا ازش رئیس جمهور در اومده، جورج فرانکلین یونیورسیتی چند تا ازش در اومده، از جاهای دیگه چند تا در اومده. بعد جوان ها در حال مورد تهاجم هستن و این تهاجم خیلی بدجوری داره ادامه پیدا میکنه، یعنی یه شی سناری نیست. حالا چطوری باید ما بتونیم جوان های خودمون رو حفظ کنیم در مقابل یورش منفی؟ حالا اگه مثبت بود داره مثلا میگفتیم اینا یاد گرفتن یه کاری، یاد گرفتن این چیزی بود، طرز فکر یاد گرفته این که چطوری فکر کنه که این مسئله رو چطور حل بکنه، نه بهش یه چیزی میدن که حالا ببینید خیلی خوب من اینو شنیدم، شماها که میشنوید صدای ما رو بهتر میدونید، تو بعضی از این دبستان مثلا کمتر، ولی اون چیز آمادگی میگفتیم در ایران، اون مدت تحصیلی که بین دبستان و دبیرستان هست، اینجا بهش میگن جونیر های که کلاس ششم هفتم و هشتمه، بعد نهم دهم یازدهم دوازدهم،
تو این تیکه ها خب مردم هم خب میدونید چه کار دارن، پدر کار میکنه، مادر کار میکنه، بچه تنها میاد اتاق خونه کلید هم داره در رو میکنه، میاد تو این خبری فلان یه دوستی زنگ میزنه میگه بیا اینجا مثلا با هم بازی کنیم فلان، یه چیزی به این میده و اونم میگه این چیه، میگه خب تو کاریت نباشه من یه کیسه در رو بهت میدم نصفشو ببر بفروش تو مدرسه بقیهش خودت مصرف کن برات مجانی میشه. یکی میشه فروشنده مواد مخدره میشه. بچه هاتون نورای چشمتون دارن اینطوری دارن میشن. همینجا نمونه هست. چطوری میتونید اینا را حفظ کنید؟ دین خوب نیست، مرام خوب نیست، این خوب نیست، اون خوب نیست، اسلام کدومه، این یکی کدومه، اون اینطوری بود و اون اونطوری بود. هر کس خودش میدونه. خب یه عده هستن اولاداشون همه بزرگ شدن و الحمدلله دانشگاه رفتن و فارغ التحصیل شدن و کار میکنن و ازدواج کردن و خونه و عائله درست کردن. یه عده بچه هاشون کوچیکن هنوز. این بچه های کوچیک پناهی ندارن. دوست خانوادگی اگه دارید با هم رفت و آمد بکنید، تعداد دوست های خانوادگی خودتون رو بیشتر و بیشتر، همون که تو ایران هم میکردید که بابا ما که اونجا کار میکردیم دانشگاه میرفتیم، خب یه عده بودیم دوست دانشگاهی بودیم، یه عده زن گرفته بودن، یه هنوز زن نگرفته بودن، هنوز هفته یک بار خونه یکی جمع میشدن با هم رفت و آمد داشتن، نه تنها فقط بشینن با هم غذا بخورن و صحبت کنن، نه بعضی چیزا رو تبادل نظر میکردن، من فلان کار رو میخوام بکنم، این میگفت اون یکی کار رو با من میشناسم یه نفر این کار رو بلدون، یعنی یک مجموعه کوچیکی از اجتماع رو، افرادی که میشناختید، افرادی که بهشون اعتماد داشتید، افرادی که میدونستید از چه نوع خانواده اینا اومدن، اینها رو تو آمریکا نمیدونید. نمیدونید از چه خانواده فلان کس همسایه شما هست، اتومبیلش هم از اتومبیل شما بهتر هم هست، ولی نمیدونید کیه این شخص. اطلاع پیدا کنید برای خاطر حفظ بقای خودتون، بقای بچه هاتون، بقای بچه های بچه هاتون، بقای نسل خودتون. سعی بکنید که این بچه ها تو راه های غلط نیفتن، و تو راه غلط افتادن هم اینقدر مشکل نیست، اینقدر فراوون جلو شما ردیف کشیدن که یه اینطوری کنی افتادی و رفتی. ما امیدواریم، ما دعا میکنیم برای تمام خودمون، شما به همه، نه تنها ایرانی ها، به تمام افرادی که دور و بر ما زندگی میکنن، تو همین محله ما زندگی میکنن، تو شمال ویرجینیا زندگی میکنن، خود ویرجینیا زندگی میکنن، امیدوارم الله سبحانه و تعالی همشون رو حفظ کنه و هدایت بکنه. بله این از این گفته هایی که راجع به بچه هایمون بودش که وقتی که زمان گذشته امام راحل خیلی راحت گفتن امریکا شیطان کبیر، اینو با هم اینجا گفتیم که وقتی میگیم امریکا تشخیص باید بدیم امریکا چی هست و کی هست. اون چرخی که شما هر روز میچرخونید، اونجایی که میرید غذا میخرید، اونجایی میرید بنزین میزنید، اونجایی که مریض میشید میشید برید پیش دکتر، اونجایی که میرید لباس میخرید، همه اونها چرخه. اون چرخ که دارید میچرخه مال شما نیست، مال من هم نیست، ما موظفیم این چرخ رو بچرخونیم. این چرخ رو که دارید میچرخونیم، این چرخ از اون چیزی که ازش داره به وجود میاد بچه های من و شما رو از بین میبره. این چرخ هستش که از درآمدش بدبختی و بیچارگی به تمام دنیا داره صادر میکنه. عراق رو به اون روز میندازه، افغانستان رو به اون روز میندازه، سوریه رو داره اینطوری میکنه، مصر رو به اون روز انداخته، در کمین ایران نشسته. افرادی هم مثل این آقای تریتا پارسی میان و میگن که بله ما امریکا رو منصرف کردیم از حمله به ایران. واقعا خنده داره. همین آقای تریتا پارسی بود، ببخشید، همین آقای تریتا پارسی بود، یه نفر براشون کار میکنه،
همون شخص اون روزی که در اروپا یه حمله شده بود به اتوبوس، همون شخصی که برای تیتا فارسی داره کار میکنه هنوزم اونجا هست و امور سیاسی اونجا رو اداره میکنه، همون شخص اومد در برنامه با تلویزیون آرتی روسیه گفت این کار کار ایرانه. بعد این آقای تیتا فارسی میگه گفته به ایران حمله نکن. یه گروهی خودساخته، انگل‌های خودساختن، اینا خودشونو آوردن وسط میدون گفتن ما طرفدار ایران هستیم و طرفدار فلان، بر از اون برم میگن که ولی ایران فلان کار کرده، بریم بزنیم تو گلش. حالا میگن نزنیم تو گلش، آمریکا داره به اینا گوش میکنه. باری کرد. دیدم از آقای تیتا فارسی. یک دوست خیلی عزیزی ما داریم، سالهای سال هستن که در برنامه های روز شنبه رادیوی ما تشکیل میارن و صحبتهایی میفرمان و ما واقعا از ایشون متشکر هستیم و نمیدونم اجازه دارم اسمشون رو بزنم، ولی اسم اولشون رو میگم، برادر محسن. چندین وقت پیش، یه سال خورده پیش، دو سال شد تقریبا، ایشون به ما اطلاع دادن شخصی به نام محمد قلی مجد، یک شخصی یک کتابی نوشتن، بله، دکتر محمد قلی مجد یک کتابی نوشتن راجع به یک گوشه ای از تاریخ ایران که فعلا در تاریکی است، هنوز اجازه ندادن که این در بیاد، همه بفهمن، همه ببینن، همه بخونن، همه درک کنن. بالاخره بعد از این مدت این برادر محسن هی گفتن، ما هم شروع کردیم به گفتن، بقیه هم شروع کردن به گفتن، همه گفتن. تازه در ایران یک مؤسسه‌ای که اخبار میده، یا یک مؤسسه‌ای که چیزایی می‌نویسه، این نوشته رو نوشته که من اجازه میخوام این چند دقیقه که وقت دارم اینو براتون بخونم، برم از خطون تا هفته آینده بگیم و برگردیم. هفته آینده شد برگردیم باز خدمت. نوشته مرگ 8 میلیون ایرانی بر اثر قحطی. خب طبق اسناد امریکایی در سال 1314 ببخشید 1914 در سال 1914 جمعیت ایران 20 میلیون نفر بوده که در سال 1919 به 11 میلیون نفر کاهش یافت، در حدود 9 میلیون تقریبا. خب از مردم ایران از گرسنگی و بیماری‌های ناشی از کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مردن. آقای دکتر محمد قلی مجد نویسنده کتاب قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران تاریخ 1917 تا 1919 را می نویسد و در اسناد آمریکایی مدارک مستندی درباره این تراژدی بزرگ انسانی وجود دارد که در حدود 40% از مردم ایران طی 2 سال در 2-3 سال قلع و قمع و نابود شدند و تنها در سال 1956 بود که ایران توانست باز دوباره به جمعیت 20 میلیونی سال 1914 برسد. ای مردم، ای اونایی که هی میخوایید براندازی کنید، شراندازی کنید، بزنید تو سر خودتون، برید حقتون رو بگیرید. 10 میلیون از جمعیت شما را کشتن، نذاشتن غذا بخورن، از قحطی کشتن همشونو. بعد نوشته به گزارش شده بولتین، عجیبتر از همه نقش انگلیس در این فاجعه است. قحطی بزرگ در زمانی اتفاق افتاد که سراسر ایران در اشغال نظامی انگلیس ها بود، ولی انگلیس ها نه تنها هیچ کاری برای مبارزه با قحطی
و کمک به مردم ایران نکردن، گوش کنید، بلکه عمل کرده آنها اوضاع را وخیمتر کرد و سبب مرگ میلیون ها نفر ایرانیان شد. درست در زمانی که مردم ایران به دلیل قحطی نابود می شدن، ارتش انگلیس مشغول خرید مقادیر زیادی غله و مواد غذایی از بازار ایران بود و با این کار خود قیمت ها رو افزایش داد و مواد غذایی رو گرفت و برد در یه جایی که دسترسی به مردم نداشته باشن، مردم نداشته باشن، هیچ چیز نداشته باشن، عوضی که بیاد کمک کنه این انگلیس رو بشناسید، اونایی که نمیدونی، اونایی که تو ایران هستید هنوز نوکر انگلیس هستید. انگلیس ها به نوکراشون انقدر خدمت نمی کنن. این شاه ها دیدی چطور انداختن تو آشغالدونی؟ زبالدونی تاریخ دیدی چطوری انداختن با اون چه خفت و خاری؟ اینو من سریع میخونم که در کنم. بله، بعد از پرداخت پول درآمدهای نفتی ایران، و اون زمانم پولهای درآمد نفتی ایران به دولت ایران نمیدادن که دولت ایران بره این خریدار رو بکنه. خوب گوش کنید، هیچ دردیدی نیست که انگلیس ها از قحطی و نسل‌کشی به عنوان وسیله برای سلطه به ایران استفاده میکردن. همین کارم آمریکا حالا میخواد بکنه و یه دم دارن ها ها واه واه میکنن که را بیفتید بیایید. وقت ما تموم شد، دنبال اینو بگیرید، به همدیگه بگید. محمد قلی نصر مجد، ببخشید، دکتر محمد قلی مجد کتابی نوشته، برید گوگل کنید، در بیارید، بخونید، به دوستاتون بدید، شروع کنید فریاد کشیدن برای مردمتون. تا هفته آینده انشالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh,